سیاسی ولی میدونی که به درد نه میگم مدل فرشات ایرانیه. آه فرشا رو از ایران آوردم. چجوری من فرشا رو سری قبلی که رفته بودم ایران از ایران رفتم از مشهد خریدم دادم باربری برام آورد. تقریبا 10 روز بعد از خودم فرشا رسید. 10 روز بعد خودم چیز خاصی هم تو خانه ما پیدا نمیشه. یه خانه خالیه دیگه، کسی نیست. همین آخر سال هم قرنطینه، خودم تو قرنطینه گیردم. تو اجازی انا چیزی که سوالا رو یک اینا چی الان پس خود بود اینه که میگفتی مرتضی رو بیاره؟ نه بابا اینا به چه فالوورای خود بودن. ما تو لایو دونداشم نگاه میکردم مرتضی که... نه خدا سر شد نگاه من گوشی نگاه یک گوشیم دیگه همینجا خام نگاه نت نداره. دروغ که نمیخوام بدم ما اگه بگم مرتضی رو بیارم مثلا اون صبحام نگاه یکی صبحام بود میگفت بیا که الان تو لایوه. بعدم دیگه یه اتکا قدیمی شده که مثلا یارو با 10 تا پیج می اومد دیگه اون خیلی حوصله مخه که بیا با یک پیج بگی مثلا مرتضی رو بیار بالا، محمد بیار بالا، ناصر بیار بالا، جعفر بیار بالا. ما اگه بخیر میام لایو قسمت من بود میام بالا، قسمت من نبود نمیام. ما یه قدم گروه تلگرام بره بچهای فالوورای خودتن اکثریت حوصله‌شون سر رفته بود. بعد دلم خیلی گرفته کاری کنم بخندی یکم قدوز شدی میگم دارم خیلی گرفته ایکای کن بخوانده. ما الان میدینی ایکوی خانه رو میبینی خدا بگیری. ما از دیشب برای فالوورات لایو گذاشته بودم خیلی پایم. ما قبلا حقیقتش لایوم زیاد زور مزد تنهایی 500-600 تا بعد همون 500-600 با رفیقا 700. الان فالوورای تو انقدر ماشالله فعالن ساعت 4-5 صبح وقت ایران لایو میذارم توی اتاق سرصدا میکنم اونا میان بالا میشیم 6-7 هزار تا دور هم دیگه میگم خنده خیلی باحال. آه مثلا یک بنده خدا از یک پیرزنه خب آمده میگه مادر جان خیلی صداد بالای شوهرم چی گفت خدا دیشب ها گفت شوهرم مرا طلاق داده رفته با یک دختره جوون یک روزه نفرینی بخوام براش. ها خیلی دلم جگر اولش بنده خدا آمد فضا رو فیلم اندیش کرد بعد ما یک روزه بره شوهرش خوام من فکر کنم از 90% روزه فوش بوده شوهر رو زنه قش کرده و روی کاناپه خودش میزده در دیوار. بعد دیگه فالوورات با حالن میان چقچق میکنن یکی از بعضیشون بیادبن مثلا یک دیشب خانومه اینقدر التماس کرد بیار بالا زیاد هم نیدن دو سه هزار تا میان زیر لایو. بعد یهو دیدم مثلا دستش رفت یک جایی که نباید میرفت گفت سلام خوبی مشی جان. بعد اول پرسید زد سمت مثلا چون ترکیه دیش ترکیه رو گرفت. خیلی بی‌تربیتن اینا که لایوت قطع شه. نه لایو اون که قطع نمیشه با پیجم باز دوباره هم زدن دنیا خانم اینا چی راد ماین هی مزنن ایمو برمیگردن هی مزنن ایمو برمیگردن هی مزنن ایمو برمیگردن خیلی غمش نیست. دنیا خانوم هلو میدونی تو سوئیس الان از ساعت 9 شب به بعد سرسو یه کجا دوست داری زندگی کنی؟ من میگم سوئیس. سوئیس اینجا سرسبز داره او لوگانو کانتون ایتالیای زبونه. ما الان نمیدونم اگر بشه بهت نشون بدم اون وسط کوهای آلپ کرکرا رو بدم بعدا الان سرسبز اونجا او مو وسط چجوری اون وسط کوهای اون دیگه جوری حساب کن یعنی چهار دو الان شهر خوب لاغم هست هوا چطوره؟ سوت میزنی؟ اینگاه اینقدر حال میده ساعت نو به بعد تو میدینی سوت بلبلی بزنی مثلا سرصدا کنی یه تا دیگه کن شناسایی نشم که گیره بودم پایینش از اینجا خطریه. اگر زبو در خانه من قلف کنم تو کوچه گفتم سوت بزن مگم در خانه رو قلف کنم آجی کسی نه تو خانه خب من پنجره بزنم شناسایی نکنم چون وسط کوه خلوت الان خب بولی بولی بزن از پام در میرد
اسپانیسته میخوانه چیه مگه؟ مگه جور نیست زدن؟ سر یک صبح چی میگید؟ باشه سر صداشو نرم گوش کن میشنیمی؟ آخو اومده این سالون ما که خانه نیست هم بلش که بودم در بزنن دو صبح نه ساعت 9 میتونی سر صدا کنی ساعت 9 شب تا 9 دقیقه خب دنیا خانوم تا 10 شب جیغ و داد کن خب یعنی قابلمه بشکن ترقه بزن شیشه بشکن یک بخاطر مریضی کرونا هست نمیدونم لندن هم جای شما یک کار هست بابا اینا نمیفهمن لبان به خاطر فیلتر اینجوریه چی میگم یا لب شطور ایلش کن بابا خدا وکیلی یک پسره بود دیشب تو لایو ما خب فوش خانمه در میداد نمیدونم قیافت شبیه چی و چی آوردمش بالا خدا سرشاهد چوپون بود به جان ننم چوپون بود بنده خدا سر گوسفنداشون بود ای گفتم خب چرا میه فوش میدی گفت من شی جان بیکار بودم خب یه چیز دیگه بگم مثلا احوال چطوره بیار بالا گوسفندا رو بد نشون بدم خیلی بی ادبه اینا میان فوش میدن اصلا درک و فرهنگ خانم نمیدونن دنیا خانم یک سوال داشتم ازتون من دایی برم نه بس سوال من بپرسم تو یادم بردم ای پایین خانه ما خب تازه آمدون اینجا بعد یک شوگرمانی هست به جان خانه را سیدو سنگاه هم در آمده اشتبی؟ همسلام هم در اون بالکن زنگیم کاری که میگم کاری گزخوله بقیه آقا؟ آه کاری میداره من چه دو فوش میده خودش میده بره فوش میده طبیعیه بده فوش میده فوشی پرتغالی ها رو باد موره بابا پنجلا پایین نشه حالا یه سود زدی حالا که اینجور شد یک دنگه هم بزنم نه نه بشش کن بشش دیگونه در خونهش میزنم که دیگه توهین نکنه بکن سیش بی فوش نگه بیسیه دیگه آخره فوش خدا فوش بده ترقه دارم ترقه ها رو بردم در خونه شم فرهنگ آفانتمانی چی باید داشته باشی دیگونه بچه این کنم کنیم مرد شدیم اگه بابا خود دولت گفته سود بزنین که عزی بره به پرتغالی میگه فودس کرایو مدیدی معنیش چی میشه آه یک سوال همون پرسون بعد به مردوی کنم اکسی هست طبقه پایین خونه مانه 35 سالشه بعد میگه من یک ماه میشه تو خانه آمدون تازه اجاره کردم ببخشید زنی که 35 سالشه شوگرمام میشه 35 نیست 45 عذرخواهی میکنم 45 پیره دیگه بابا مثلا تو حسابشو بگو سیبیلاش در آمده گربه سیبیلاش نمیزنه حسابشو بگو چقدر پیره سیبیلاش از این سویسی اینای سیبیلاش هم در آمده بعدی هر موقع که مارون پایین دقت گیری تو اروپایی جایی که لباس ها رو مشهورن همه خانه ها آپارتمانی نداره تو زیرزمین و جوجه کارتی پول میزنی اما هر دفعه مارون لباس بشورم ما هر دفعه مارون خانه پایین لباس بشورم این خانم هم اونجه یعنی روز ما روز انگار روز شنبه مال ما هست ساعت 10 تا ساعت 2 بعد از ظهر و برون پایین لباس ها بشورم این بنده خدا پیرزنه همون پایین هر سری مارون پایین اونو گیر میده میگه بیا خانم اون چایی بخوره امروز رفتم خونه شون چایی خوردم یکم مشکوک بود بعد به ما گفت که تو ازدواج نکردی تو مثلا مهاجری پاسپورت قرمز هنوز نگرفتی نمیخوای با یک سوئیسی ازدواج کنی اینو با خونه در مثلا با سوئیسی ازدواج کنی به نظر شما اینا خوبه به درد نخوره خجالت بکش تو چرا همش دنبال این داستانایی داستانش یه دارم حقیقت چی مگو مگو الان مثلا یه مثلا یه رود دلم اون میگه که 45 ساله من قصد ازدواج داره جوونی هم که مثلا تو زندگی من دوست دختر دارم دورم هفته یه بار میبینم به بنده خدا بغل 29
28 هم میرم اونم تو 29 انشالله. یعنی 16 سال تو بزرگتره. درسته جای پسرش حساب میشه. خب مثلا نقش ایل بازی کنه، در روز نقش دوست دختر بازی کنه، در شب نقش مادر بازی کنه، ششوگر خوبی ملونجه میشه. به نظر اوکیه خب، ولی پول داره خدا وکیلی یک ماشین فورد داره. خب پول یعنی خوش ازدواج کنی؟ البته پول هم که زیاد مهم نیست، خب بالاخره هرچی باشه خونه داره، پول داره، ماشین داره، زندگی داره. قیافه نداره ولی همه چیز داشت اوکیه دنیا. قیافه که نه با سعد رحمه مثلا شیو هم مشکل دیدی؟ همین اسقر دیدی که وقت بهش میگم اسقر جنیفر لوپز 50 تا نارنجک بزن تو صورتش تازه میشه قیافه همسایه پایینی ما. نکن بابا این کارا رو بچه جون، برو درس تو بخون. درس هم خونده من خودت خودم شاغلم، دست شما در نکنه فکری ما دوزی میکنم اجاره خانه ما نمیده. خود بچه بخونی با یه زن پیر ازدواج کنی؟ خب بگم پیر زن هم دل دارن، اونا او از تنهایی در بیه. متوجه هستی دنیا خانم؟ سلام دادی؟ الو قد شدی یه لحظه صدای من داری تو؟ بله. اون پیرزن هم دل دارم، بعد با پدرم صحبت کردم، پدرجان هم گفتن مهم سن و سال نیست، سن و سال یه عدده فقط. حالا یعنی تو جنبه نداری یا روی چای دعوت کرده تو رو خونه؟ خب نه خودش پرسید گفت ازدواج نمکنی. چه دروغ بگم بهت؟ میخوای برم ویدیو همین الان پایین باش انگلیسی صحبت کنم معلمم. خب شاید داشت شوخی میکرده. نه کاملا جدی گفت یه ما اینجا تنهایی، دقیقا لباسات مثلا برای دوشیرم یک پاسپورت قرمز هم میگیری از این پاسپورتی که داری بداره. چه دروغ دیگه، مجبورم میخوای برون در خونش در بزنم یک شب. الان برون در بزنم خدا بگیری از خدا شما یک شبی در خونش با ما ازدواج کنم. نه بابام صحبت کردم، بابام گفتش که گنج در ویرانه است، اگر پول مول داره نگه، ولی حالا کارش بود. بلش بابام گفت گنج در ویرانه است، یعنی در خرابه است. این چیزی مسئله شم یه گنج در خرابه گنج در ویرانه است. اما بودن گنج ها رو تو خرابه رو با تیره دیگری بود اوکیه دیگه. حالا با هم آرزو داره دیگه، با هم جل داره. حقیقتا ما هم که عاقل هم نبودیم دیگه. اون روزی که مادر ما رو به دنیا آورد میگن پرستارا سر ما رو زدن بغل تخت، ردش هم هست. دنیا خانم یک روزه بگو یکی برای یکی با خانم خدا بکیری. الان اکو مده سرصدا تو خانه آزاده، چون قرنطینه ایم همه میتونه فت کنه. نگاه مثلا نگاه آی دنیا بمیرم برا. آقا بیا بوی سیبو بخون دیگه. بوی سیبو حفظش نگیرم. با اون گوشیت برو تو، با اون گوشیت برو تکستشو بیار بخون، کاری نداره. بزن متن آهنگ بوی سیبو. خب الان باید برون پایین که نت مزی بیوز کنم، الان یه خرابه. خب بده چیزی که را نداره بخونم، چیزی که را نداره بخونم. اون یکی رو بخون. البته نه ولش کن ایده، یه چیز شاد بخون. شاد چیجوری بخونم؟ خب مدنی شادای ما یکم چیزه، مثلا چیجوری بگم ناراحت نشی، مثلا مینی یه قاشقی حرف بد از لاش رد شد. من نمیخوام که دروغ که بد نمیگم دیگه، حقیقت میگم. مثلا شاد چیجوری بشه، مجاز بشه، مثلا چی بخونم؟ مدعی خیلی خوش خیلی بداهه. اگه مدعی یکی رو بگو مثلا برم کرونا بخونم، بره دم عید بخونم، بره مردم بخونم. مدعی برای روزه برات بخونم برای کی؟ همین که مثلا سال تحویل سال هفته صبح، سال هفته صبح. مردم ایران هم دا خدا خوشی ندارن دیگه، یک چیز قاتیش میزنه نرجی در آمد دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، عاشقای مجلس، تا سه ساعت دیگه سال جدید میشه، همه اومدن سر قبر سال 1398، بمیرم برات 98 که سال دیگه قرن بود.
ویلتا. یکی داره ناله میزنه کرونا، یکی داره ناله میزنه ویلا. عذرخواهی میکنم از بانو دنیا، یه جوونی توی کامنت همش داره بیادبی میکنه، میگه مشدی گو نخور. اگر گو خوردنی بود دور لبات روغنی بود، اگر گو خوردنی بود بیادبی نخور، تو صفه نون وای نمیستادی. بیادبی نکن پسر جان، برو در خونه خودتون بازی کن. آه غیرتا، همین که وارد شدم دیدم یه خانومی وارد شده، قدش خمیده دستش دوتا نون جوه. نزدیک شد گفتم بانو توی این تاریکی موقع شب اینجا چی کار میکنین؟ دیدم صدا زد انا دنیا انا دنیا. نزدیک شدم گفتم دنیا خانم این موقع شب ستا نون توی دستتون، اونم نون جون کجا دارین میرین؟ نگاه کرد گماشت مرد زم، شنیدم خواب خوب تعبیر میکنی، تعبیر این ستا نون جون چیه؟ های 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 ساکنای لندن، ساکنای ترکیه منو ببخشن. نزدیک شدم نونو کم ولی که ازش گرفتم نگاه کردم گفتم شومه. این وسط بود که میخواستم نون دومو نگاه کنم، دیدم یا آقای اومد، گفت یا شیخ سوالی دارم. گفتم جانم. گفت یا شیخ امسال سال موشه، به نظر شما گفت به نظر شما یا شیخ موش بعد از 6 سالگی کجا میره؟ نگاهش کردم با تعصب، گفتم بعد 6 سالگی نمیدونم. گفت یا شیخ میره توی 7 سالگی، اونجا بود که ناله زده. همینجور که داشتم گریه میکردم گفت یا شیخ بعد 7 سالگی کجا میره؟ جا بود که راوی میگه شیخ لبخند زد، گفت میره تو 8 سالگی دید و ویلت زد. همین که گفتم 8 سالگی کرونا نگیری عاشق مجلس. خوزه خوشته. آی 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 من فکر کنم کرونا خدا نکنه کرونا شما رو نمیگیره بابا، شما خارجی. حداقل یکی رو میگیره که تو ایران باشه، توی جای دیگه بشه. ای عاشقای مجلس. دلیا خانوم یک تیکه از من مدعی هست توی قوم. خب این کار باره حالت روزه و ناره به شوخی میگیره که نیشی سلوات. بعد این بنده خدا یک خاطره ای هست، فقط یک تیکش بیادبیه، یک کوچولوش، خیلی بیادبی نیست. اجازه هست مثلا توی امو سخنانیش که من خودم تو قومم بودم، میگه طرف رد میشده یارو داشته قرآن مخانده، پاش مخوره به یک جای غاری. قاری؟ یه لقد نگاه، یکی از قاری قرآن که میدونی چیه؟ آره. مشی قومی رو بخون. آیی حاج آقا قومی رو همه میشناسن، یکی از فانای قوم ایران. آقا مگه اجری تو روزش بوده ما اجری میگم، گفت که حالا یک کوچولوش بیاد میگه هنوزم جوانایی هستن توی مجلس بودیم، حاج آقا شروع کرد به خواندن قرآن، در این هنگام کودکی از بغل حاج آقا رد شد، ناگهان پای کودک به تخمای حاج آقا اصابت کرد. حاج آقا که پشت بلنگو نمیتونه خودش رو کنترل کنه، با صوت اینجوری گفت ولقد زدن تو تخمم
نه همین یک تیکر شد حتی گفتم تو لایه من این حرف نزم خواهی مکنم. خب نه مدنی بچه ها گفتم بگو. خب بچه ها آجی قومی رو میشناسن خیلی دلغک میشرم. ما اول آدم خوبی بودم دنیا خانم اصلا مدعی رو مسترم از بعد که نو مدعی های مسترم این شیطون رو گوش کرده ما رو از راه به در کردن. خدا وکیلی ما رو از راه به در کردن. حالا ما میتونم یه جور دیگهش برد بخوانم. نگاه ایشون میگه نه نه با قبل مرزد به تو سرم شد طلاق. ولی باید چیز دیگه میگه مزاجه هزی به نقالم یک سوال ازت رو مبرسم. شما هر شب خوشگل مواد شانه شده صاف مگنار امشب سلفه رو کنی مواد مثل محشید ریدیق ما شده اصلا سیستمت کلن ریخته به هم. آخر چی میگن دمدمای سال تحویلت حالا بچه ها اعتقاد داشته بزنه اون رو گفت دم سال تحویل میگن باید تر تمیز باشی میزن کیف پولت کنارت بشه آهنگ بشه خدا از همون یعنی آهان آخه نمیدونم بچه نه خدا کسل نباش که تو سال یک کسلی ما هر سال دم سال تحویل یک مسخره بازی در میارم تا آخر سال بعدش همینجوری شد. ببخشید آقای مرتضی خان اینجا ساعت 3 نصف شبه. آره یک چند ساعت دیگه سال تحویل میشه دیگه. تقریبا چند ساعت دیگه مونده؟ 4 ساعت. بچه سال تحویل دقیقا چه ساعتیه؟ به وقت اینجا فکر کنم میشه یا 5 و نیم یا 7 و نیم. ما همین یک چند دقیقه پیش نگاه کردم. ایران 7 و نیم فکر کنم. 7 و نیم میشه 5 و نیم ما. یعنی 4 3 ساعت 4 ساعت دیگه. هی دنیا خانم جگیریم من رو مسخره میکنی؟ ای به جان مادرم دشمنات بیمیرن انشالله که این مسخره بود موات هم مثلا هر شب ترتمیز این شتلقه بخون شتلقه بارید امو که ننم با مقابل مزد تو سرم شتلق نخ خودت نخند مو بکامنت ها خندم نمیگه به صورت شما خندم میگیره این زن امسایه بقل دستی ما زن شهرشب یک دست کتک میزنه اسکول پلیس هم شکایت نمیکنه. آقا ما شب رفتم گفتم نزن گو به تو ربطی نداره برو که تو رو هم میزنه. ما هم ترسید و اومدم خانم خیلی یارو گردن کلوفته از این پرتغالی های بیشرف نمیدونم زن سر زنش میزنه به در دیوار میزنه یا زن فوتبال بازی میکنه ولی خیلی خطرناک میزنه پلیس هم آب خدا پلیس هم این چند دفعه اومده گفته جمع کنن دعوا نکنن زنه میگه ما شکایتی ندارم هر کی بهتون زنگ زده اشتباه میکنه ولی فکر کنم بوکس کشش میکنه ما دیوار به دیوار اتاق خوابش هم نگاه کن دنیا خانم دیشب اکنون سامورایی مزد خوب یعنی کله یارو رو میگیره اما من گذاش ادرم زنت میزنی به دیوار نزن به تخت خواب بزن مکنه منظورت یه چیز دیگه است های نه به جان مادرم با خدا الان هم داره مزنه باور نکنی برم در بزنه اینو دعوای تو رو یعنی ها چون گفتم اتاق خوابه نه بابا یعنی اون منظور اتاق خواب یعنی کله چقدر بلا از روی چی باید نیست جای هم بگرد خرابه با آنه فهمیدم چی گفتی نه گوش کن گوش کن خدا بکنی بابا ما صداشون نمیشنویم الان برو پشت در خانهشم کامل میشنوی نه از این کارا نه دنیا خانم واقعا دعوا مونه خب میگیری کله خدا گو چند تا دوست دختر داری؟ ما حقیقتا یک دنه دارم خیلی هم خوشش دارم خیلی دختر باحالیه یعنی تنها خوشش دارم یعنی چی من یعنی خیلی دوستش دارم دنیا خانم کجاییه ایرانیه ولی آلمان زندگی میکنه اسم اصلیش یک چیز دیگه که هیچ کس خبر نداره ولی من رویا صداش میکنم رویا میبینه لایواتو؟ الان 100% توی لایو از ها نوشت زیاد زیاد زمان بزن
چاکرم دروغ نگو خدا. او بسیار ساعت ما رو کنترول میکنه، بعد اینقدر هم بایدشم رو جمع کن دوست پسر تو. نه بابا او ما رو جمع گرده نمیدونه. بعد بنده خدا با ما مدنه چی میگه، میگه چجوری تو رو باید کات کنم. از ما یه روز از ما بعدش میگه، یه روز از ما خوشش میگه، یه روز از ما بعدش میگه، یه روز از ما خوشش میگه، یه روز از ما بعدش میگه، یه روز از ما خوشش میگه. حالا مثلا تو بگی که میخوام با اون پیرزن ازدواج کنم، رویا نمیبینه؟ رویا نیست، مسیحش واقعا شقایقه. الان هم جلوه شقایقشون خیلی چاکرم. نه میبینه مدنه خب، ولی دستش که با ما نمیرسه که باور نمیکنه حرفای ما رو. ما فکری واقعا اون باید 45 ساله، 45 سال کجا ما کجا دنیا خانم، 45 سال که مامان اومده. الان باید برم در خانهش بدم اون فاسد شده، ببخشن سنش رفته بالا، سنش رفته بالا دنیا خانم. الله شده این سو بیوتیفول دنیا خانم. اگه هم داری فوش انگلیسی بمیاد بیدی بزن من از فوش نه خدا وکیلی نه میگه دیگه حالا چه دیدی من فوش بدم که بیام به تو فوش نه بدم؟ نه یا تو بی تربیت هست. نه شما چرا بد برداشت می‌کنید؟ من منظورم اینه که یک چند تا فوش به ما یاد بده که اگه یه روز مثلا کانادایی رفتیم، آمریکایی رفتیم. من فوشای همه زبونا رو بلدی. کی ما؟ ما خدا وکیلی چهار تا فوش فرانسوی و ایتالیایی و آلمانی و همین ایرانی و فارسی یاد دارم. دیگه پرتغالی یکم. انگلیسی در حد یک چیز دیگه. اما میگه بابی اون اینا مهم نیست لایو. اگه فوش زیاد مثلا یک فوش بده که مثلا تو دفتر اداره بانکی جایی رفتیم دعوا شد، مثلا چیزی شد، مثلا از او کلمه انگشته جوری است، انگشته چه جوری میادن وسطیه. او رو نبشه. یه چیزی با کلاس سر بشه. Son of the bitch. این دیگه یه بچش خیلی خطرناکه. چیکار کنم؟ ببین بچه نه مثلا نکنه شما الان ما تو ایران، خب ما تو ایران حالا طول سگ که فوش نیست دیگه روزه آقا لایبمون نزنن داریم فوش میدیم. نه ما شما تیکابی هیچ اتفاقی براش نمیفته، خاطر جمع میشه. نه تیکابی چیزیش نمیشه کلا. نه تیکابی تا کسی پسورد نداشته باشه، تا کسی انگار نگاه کن، باید بتره کنه دیگه، خیلی حرفه‌ای بشه که دیگه آقا گوشی دستش باشه بگیره سری پسورد عوض کنه بعد در اکانته کو. هم اگر این کارو بکنه دهنش سرویسشون شما تیکاوی داری، خود این اینستاگرام ساپورت میکنه. من نقدا رو حامله میکنم، من پرتغال بخورم. کی حامله میکنه پرتغال میخوره؟ چی میگی؟ نه میگم شما رو ساپورت میکنه، یکی از رفیقاکو پرتغال میخوریم روزا کنه، ما بیا پرتغال بخوریم. پرتغال دیگه بچه ها تلم قشنگه، خیلی خوشگله. انا خیلی الان میگن دم حرم 3000 تومن. یک دیر رفیقم تو لایو هست، یک دقیقه بهش یک چیزی بگم چون داره کامنت میده. جعفر برو بگی بخواب بابات بره چهارشنبه سوری دیشب آتیش زده. بابات کرونا گرفته روش سمپاشی کرده. جعفر برو بگی بخواب. یک رفیق دارم اسمش جعفر، دنیا خانم تو مشهد، خب با ما خیلی شوخی میکنه. بهش میگم بابا تو توی چهارشنبه سوری امسال آتیش زدیم کشتیم، باور نمیکنه. باباش کرونا داره روش سمپاشی کردن تو مشهد. من گفتم با کی داریم صحبت میکنیم شما؟ واقعا باباشو کشتن؟ نه بابا شوخی میکنم. بابا او صد تا جون داره. یک مثلا تیکه مشهدی مثلا بهش میگم بیا بابا تو آتیش زدیم چهارشنبه سوری هر روز پریده، مثلا بابا تو سمپاشی کرده. بعد همینه یه شوخی رو میکنی با پدر مادراتون چه چی؟ نگاه نگاه کلش زد به دیوار، دیدی؟ آره اینو شنیدم. واقعا کله زنه؟ به جون مادر اگر کلش یه جوش داره مزنه به دیوار، خیلی بد مزنه هاشی. خب شاید چیزه نه اوقردم خشن دیگه نمیشه. بدونم کده یکی میگی او گزینه. نه میگم شاید دارم معمولی شوخی میکنم. ایچی شوخی خرکی که کله زنش مکوبه به دیوار. بله چه میدونم همسایه تو دیوونه هست جان خودم. نگاه 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 الان داره فکر کنم با موش با جایش داره میزنه به در دیوار، خیلی بد میزنه آجی. موش رو بردم کنم آجی زنت یواشتر بزن ما خوابم. بعد مدنی بریم چی گفت خدا وکیلی از این گردن کلوفتا بدن سازه هم هست، گفت برو که خودت هم میگیرم بزنم. در خانه رو باز گذاشت کنم ما بی خر پرتغالی مزنه، بعد فردا منه تو کشورشان کی دنبالی بگرده آمد و دو خانه داری میگی؟
جون خودم الان برم در خانه شام بهش آقا چرا داریم بزنی این چی میگه میخوای برم خدا بگیری بیا برو. نه مرسی دیوونه شدی تو هم شنیدی شنیدی خب میمیره که زنه زنه بره بالکن بزنه فکر کنم خب بالکن بزنش بیرون میره زنه شده نه بالکن بندازه بیرون بس موشه بوشه زنه شده بالکن رو بیزون کرده به خود هم خدا وکیلی داره میگی؟ شی گوش کن این خونه شونه؟ آجی زنه شده داره میزونه بزنم در خانه شون مثلا عدای خوابه رو در بیارم اونو داشت ساعت دو شب دوان زنت مزینی با شلنگ بزن الان خون این تو خونه اونا بود؟ الان بهش بگم زنت داداش با شلنگ بزن اونجا خواب دارم همسا یازاره نکنم یک چیز میزن با خودم وردارم که اگر شو کلمه وردارم که اگر زرزت بزنم بشه واقعا خبری؟ آو ما رو چی فکر کردی؟ من باید ادای خوابا رو در بیارم. ما هم ببینیم، ما هم ببینیم. Bonsoir. Bonsoir. Excuse-moi, c'est 1h du matin. Il y a mon garçon qui est dehors. Ouais, je suis désolée en fait. S'il vous plaît. Oui, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il est dans la chambre et dormir. Je suis désolée, mais c'est parce que ça résonne si beaucoup ici. Il n'y a pas de souci. On se secoue ça. C'est bon, ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir.